خون بندری ها با موسیقی عجین شده، با بادها و آوازها. دینگومارو اسم یکی از این بادهاست. دینگومارو بادیه که همیشه در حرکت و نمیذاره آدمی که دچار شده یه جا بمونه. اما دینگومارو یه مد نظر ما گیتار میزد. سلام، خوش اومد به برنامه این هفته آپارات. حسن سلطجو هستم. علاقه به موسیقی در استان هرمزگان و به خصوص بندر عباس بیشتر ریشه در سنت ها و موسیقی های آفریقایی داره، اما از قدیم ایام گیتار هم به شکلی چشمگیر در این منطقه مورد توجه بوده و عشق به صحنه و گیتار و گروه موسیقی داشتن خواب و خوراک رو از خیلی از گیتار به دستای هرمزگانی گرفته. دینگومارو قصه یکی از این عاشقان گیتار و آواز و صحنه در بندر عباسه. عاشقی که البته روزگار نامراد باعث شد خیلی به عشقش نرسه. اسم او حمید سعید بود. در فیلم دینگومارو کامران حیدری فیلمساز با این عاشق گیتار سفر کرده به بندر و سنت‌های موسیقیاییش. آقای حیدری زاده سال 58 در شیراز، مستندساز، عکاس، فیلمبردار، تدوینگر و نویسنده هست و سال 1383 با ساخت مستند کوتاه داشاکل آغاز به کار کرده و تا حالا بیش از 10 فیلم کوتاه مستند از جمله فیلم‌هایی مثل من نگهدار جمالی وسترن می‌سازم، واکسچه و علی آقا رو ساخته که این فیلم ها در همین برنامه به نمایش در اومده بود پیش از این. با همین فیلم ها هم حضور خیلی موفقی در فستیوال های بین المللی فیلم داشته. برای این هفته فیلم دینگومارو رو از این فیلمساز انتخاب کردیم و برای گفتگو درباره این فیلم و همینطور موسیقی در هرمزگان پیش از این از دو میهمان دعوت کرده بودیم که همراهمون باشن. نظرات مهدی امیدواری، روانپزشک و نویسنده سینمایی از نیویورک، و علی امینی لاری، مدرس موسیقی در دانشگاه و آهنگساز از بندر عباس رو در بخش تحلیلی برنامه درباره این فیلم، حمید سعید و همینطور موسیقی در هرمزگان خواهید شنید. اما پیش از اینها فیلم رو ببینیم. به چاه و زندان
بینگو ما رو دیدیم با یادی از حمید سعید، هنرمند هرمزگانی که در سن 53 سالگی حدود 4 سال پیش فوت کرد. این فیلم ساخته کامران حیدری، فیلمساز جنوبی بود و سفری بود به موسیقی و ریشه ها و سنت های موسیقیایی در هرمزگان با معرفی یه نوازنده و خواننده محلی. یه مستند داستانی که در اون فیلمساز با استفاده از شخصیت های واقعی دست میبره در واقعیت و قصه خودش رو میگه. یعنی در واقع فیلم باورپذیری خودش رو از آدم های واقعی میگیره. فیلم از ریتم و تنوع و حرکت خیلی خوبی هم برخورداره، گرچه تأکید مدامش بر ریشه های غیر بومی موسیقی و آدم ها زیاد به چشم میاد. پیش از این در بخش تحلیلی برنامه گفتگو کرده بودیم درباره این فیلم با مهدی امیدواری، روانپزشک و نویسنده سینمایی از نیویورک، و علی امینی لاری، مدرس موسیقی در دانشگاه و آهنگساز از بندرعباس. این گفتگو رو در بخش تحلیلی برنامه ببینید. گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای امیدواری. خوش آمده مجدد میگم بهتون. به نظر شما این فیلم چگونه فیلمی است؟ یعنی ما با چه جور فیلمی روبرو هستیم؟ آیا این یک فیلم مستنده، مستند داستانیه، یک فیلم کاملا داستانی؟ حقیقتش در مورد دینگو مارو نمیتونیم بگیم که این یه مستنده یا یک فیلم داستانیه. حتی اگه بخوایم به مستند بودنش هم اشاره کنیم، نمیتونیم بگیم چه نوع مستندی هستش. دلیلش خیلی ساده است، اینکه اگه دقت کنین فیلم یک پلات داره، یک پیرنگ داره، که این پیرنگ علارغم اینکه خیلی ساده هست، ولی خب این رو به سمت یه فیلم داستانی میبره. از اون طرف این صحنه هایی که فیلمساز در حین اتفاقات این پلات ازشون غافل نمیشه و دنبالشون میکنه، اینا فیلم رو به سمت یک فیلم داستانی میبره. پس حقیقتا نمیتونیم این فیلم رو طبقه بندی کنیم که ببینیم این فیلم یه فیلم مستنده یا یه فیلم داستانی. فیلمساز سعی کرده با آوردن پلات با آوردن پیرنگ به این فیلم یه مقداری جذابیت رو برای تماشاگر بیشتر کنه، ولی به نظر من نقطه قوت فیلم پیرنگش نیست، چون پیرنگ خیلی ساده است. یه نفر میخواد یه کنسرتی بده و یه سری موانعی سر راهش هستن و سعی میکنه موانع رو از سر راهش برداره، ولی من فکر میکنم نقطه قوت فیلم زمانی هست که این پلات متوقف میشه، این پیرنگ متوقف میشه. مثلا همون موقعی که میره مثلا اون پسر بله فقیرنشین بندرعباس رو ببینه و قانعش کنه که بیاد توی کنسرتش بنوازه یا ساز بزنه، یه جایی وای میسه، یه گوشه‌ای برای خودش ساز میزنه و یه عده میرقصن. این نقطه قوت فیلم هست. این نشون میده که این موسیقی متعلق به کی هست و متعلق به چه فرهنگی، چه آدمایی با چه ذهنیت‌هایی هستش. آقای امینی، شما در هرمزگان زندگی میکنید، همون جایی که حمید سعید هم زندگی میکرد تا قبل از مرگش. او بعد از این فیلم فکر میکنم به دینگو مارو معروف شد. آقای سعید به لحاظ جایگاه موسیقیاییش و نوازندگی گیتار در منطقه هرمزگان در چه سطحی قرار داشت؟ خب حمید سعید موسیقی رو از کودکی شروع کرده بود و تحت تاثیر هنرمندای مختلفی بود و اون دورانی که پیش با ابراهیم منصفی کار میکرد و خب اون روی طنازی ابراهیم منصفی در حمید هم تاثیر زیادی گذاشت و رسید به اون کارهایی که تحت عنوان تو فیلم هم میبینیم. اولا بدشانس مثلا خود ترانه ابراهیم منصفیه که حمید با کاراکتر بسیار واقعا منحصر به فردی اجرا کرد و نغمه پردازی قطعه هم از خود حمید سعیده، و همینطور کار بیچاره شنبه و کار اون اشاره به محلی در بندرعباس، کارگزاری و یا بعضن به نام راننده
ناشناس هم شنیده میشه، یا خیابان برعکس به گویش بندر عباس خیابان چپکی. این کارا کارایی هن که ما تو این کارا کارکتر هنری حمید سعید رو به خوبی میتونیم ببینیم و تونسته بود متأثر از فضای شهری هرمزگان و حالا مشکلاتی که در شهر بندر عباس هست خوب یا بدش به هر شکل در موسیقی خودش بگنجونه و بیشک میتونه روی طیف اون کسانی که علاقمند این سبک و سیاق موسیقی هستن تأثیر بذاره. نیاز خودش روی ساز برآورده میکرد، اما دقیق تر بخوام جواب بدم در مقایسه با اون نوازندگانی که امروزی توی بندر داریم که روی گیتار کلاسیک، روی گیتار الکتریک بسیار نوازنده چیردست و توانمندی هستند در سطح بی اغراق کشوری و جهانی، خب ندیگه حمید سعید و همینطور منصفی در این سطح قابل قیاس نیستند که نوازندگان چیردستی باشند. اشاره کردید به نام ابراهیم منصفی، شاعر ترانه‌خوان جنوبی که ترانه‌های قدیمیش به خصوص خیلی معروف هست در اون منطقه و همینطور در ایران. ابراهیم منصفی چه تأثیر روی این نوازندگان و آهنگسازان و خواننده های جنوبی داشته؟ عرض که ابراهیم منصفی هنرمند جامل و اطرافی بود، شاعر، بازیگر، موزیسین، طنزپرداز و به همین خاطر تأثیر غیر قابل انکاری روی همه هنرمندای استان هرمزگان داره، خصوصا هنرمندای موسیقی. و تمام این هنرمندایی که توی فیلم، هنرمندای موسیقی که تو فیلم حاضر هستند، به نوعی یا ارتباطی با ابراهیم منصفی داشتن یا تحت تأثیر ابراهیم منصفی موسیقی رو شروع کردند. ضمن اینکه خب تأثیر دیگران رو هم نباید فراموش کرد، از جمله علی خان حبیب‌زاده، نصرک تو دهه‌های 20، 10، 20، 30 و خیلی های دیگه. آقای امیدواری، این فیلمی که ما الان باهاش روبرو هستیم، آیا فیلمی هست درباره یه شخصیت یا اینکه درباره یک موضوع، یعنی مثلا فیلمی درباره ریشه های غیر بومی موسیقی در هرمزگان یا افراد غیر بومی در اون منطقه؟ سخته بگیم واقعا. من فکر میکنم علیرغم اینکه فیلم ادعا میکنه در مورد یک شخصیت هست، ولی اگه دقت کنید در جاهای مختلف کارگردان از شخصیت اصلی غافل میشه و میپردازه به انواع و اقسام موسیقیایی که در هرمزگان در جریانه، در بندرعباس در جریانه. خب این در واقع فیلم رو میبره به سمت این که فیلم یک مستند مردم شناسانه باشه، نه یک مستند پورتره در مورد یک شخص، در مورد شخص حمید سعید. این شاید به نظر من این خصلت برجسته این فیلم هم باشه، به خاطر اینکه عملا انگار داره تمرکز میکنه روی این فرهنگ و هیچ خط از پیش تعیین شده ای رو دنبال نمیکنه. خب درباره شخصیت صحبت کنیم، فیلم درباره یه شخصیت اصلی هست، حمید سعید یا همون دینگو مارو، و شخصیت های فرعی مثل کارلوس، مثل قلومسیا یا همسر حمید سعید و دیگران. چگونه، با چه تمهیدی فیلمساز ما رو در واقع نزدیک میکنه به این شخصیت ها و اینقدر این آدم ها برای ما ملموس میشن و واقعی؟ آقای امیدواری، دلم میخواد به این اشاره کنم که کامران حیدری کلن فیلماش رو چجوری میسازه. کامران حیدری جز معدود فیلمسازای جنوبیه که حتی با اینکه بعد از کارهای اولیه‌اش فیلماش فراتر از مرزهای جنوب رفتن، جنوب رو ترک نکرد، همونجا موند. و این فکر میکنم خصلت برجسته کارهای کامران هست. اون با سوژه‌هاش زندگی میکنه و عملا سوژه‌های کامران هیچ فاصله‌ای بین خودشون و فیلمساز نمیبینن، انگار دارن جلو دوربین زندگی میکنن. من فکر میکنم این که کامران سعی کرده اینا رو در واقع در خلوت خودشون داشته باشه، این از همه چیز مهمتر هستش. ما عملا این شخصیت ها رو بدون هیچ آلایشی، بدون هیچ گونه در واقع
بدون هیچ گونه پرداخت روانشناسانه‌ای، بدون هیچ گونه پرداخت داستانی می‌بینیم و همین کمک می‌کنه که ما به عنوان بیننده بتونیم در ذهن خودمون شخصیت پردازی رو برای در واقع کاراکتر اصلی فیلم، شخصیت اصلی فیلم انجام بدیم. آقای امینی، فیلم چقدر واقعا نزدیک هست به اتفاقات موسیقیایی و همطور به سنت‌هایی که در این منطقه از کشور در هرمزگان وجود داره؟ این حضور موسیقی توی لایه‌های مختلف زیست یک هرمزگانی انکارناپذیره و همیشه حضور داره و این بله واقعا همیشه هست. توی شهر شما وقتی میگردید به کرات نوازنده رو میبینید گوشه خیابون لب ساحل نشسته و برای خودش داره ساز میزنه. شما چی فکر میکنید آقای امیدواری؟ آیا این فیلم واقعا بازتابی هست از اتفاقات موسیقیایی که در اون منطقه داره رخ میده؟ قطعا نه، قطعا نه. من فکر میکنم که کامران حیدری قصد داشته روی این فرهنگ موسیقاییه به شکل شاعرانه خودش تمرکز کنه. به چه مفهوم؟ شما ببینید ما در فیلم خیلی فقر میبینیم. پس دوربین وقتی وارد محله فقیرنشین بندرعباس میشه، وارد قسمت مختلف بندرعباس میشه، هیچ گونه سانسوری نداره. ما آدما رو در همون شکل خودشون میبینیم اونجا. ولی به جای اینکه مثلا بیاد روی فقرمون آدم تمرکز کنه، همون موقع نشون میده که حمید سعید تو این کوچه محله فقیرنشین داره میزنه و یه بچه اون گوشه داره میرقصه. انگار میخواد این فراغت از این فقر رو وارد فیلمش کنه، وارد جریان فیلم سازیش کنه. بیشتر از این که ما مسائل اجتماعی رو ببینیم، تمرکز روی یک فرهنگ غنی موسیقایی که خب ریشه قدیمی هم داره در هرمزگان میبینیم. به خاطر محرومیت هایی که وجود داره برای افراد این مناطق، لذت زندگی و خیلی چیزهایی که میتونن بهش دلخوش باشن در هنرشون و در وجوه مختلف زندگیشون بروز میکنه. من فکر میکنم یکی از عواملی که موسیقی جنوب اینقدر سرخوش، شاد، طرب‌انگیزه در بسیاری از موارد، نه در همه موارد، اینه که زندگی در جنوب زندگی خیلی سختیه. یعنی این اشخاص سعی میکنن با نواختن موسیقی غم خودشون رو فراموش کنن. آقای امینی، چرا اصولا انقدر موسیقی و حالا به خصوص تو این فیلم ساز گیتار اینقدر تو این منطقه اهمیت پیدا کرده و پرطرفدار هست؟ به چند عامل باید اشاره کنم جناب سولجو. یک، سهل الوصولی اجرای لایه‌های مختلف موسیقی، خط ملودی آهنگ و ریتم آهنگ و هارمونی آهنگ، آکوردها روی گیتار. در تقریبا هیچ سازی دیگه چنین امکانی نیست که بدون واسطه، بدون برق، بدون ادوات دیگه بشه در هر زمان و مکانی ازش کار کشید. و همراهی با خواننده و نوازنده باز در هر زمان و مکانی، این فقط از گیتار برمیاد. از طرف دیگه ریت و موسیقی هرمزگان شباهت زیادی با ریت و موسیقی اسپانیا و آفریقا داره و این به نوعی خیشاوندی باعث شده که گیتار هرچی بیشتر در موسیقی اینجا حضور داشته باشه. ضمن این که نباید از نقش و تأثیر ابراهیم منصفی که ترانه ها و موسیقیش رو با گیتار اجرا میکرد، هم خودش هم دیگران، توی سبک های مختلف موسیقی باعث شد طیف وسیعی از مخاطبین به گیتار علاقمندی بیشتری داشته باشن. آقای امیدواری، شما خودتونم از همون منطقه جنوب هستید، از استان فارس البته. به نظر شما چقدر این موسیقی منطقه جنوب متأثر از موسیقی کشورهای دیگه است؟ یک چیزی رو در نظر داشته باشید، فرهنگ جنوب، فرهنگ هرمزگان، بوشهر، خوزستان همواره در معرض فرهنگ‌های خارجی بوده. از قدیم مراودات تجاری و فرهنگی که با فرهنگ‌های مختلف مثل هندوستان، آفریقا یا کشورهای عربی اون منطقه داشتن، باعث شده که اینا همواره خودشون رو در معرض فرهنگ‌های بیگانه ببینن. یک خصلتی که فرهنگ جنوب داره اینه که مثل یک، به قول آمریکایی‌ها، ملتینگ پات
عمل میکنه، یعنی چیزهایی که واردش میشن میگیره و به شکل خودش در میاره. اگه دقت کنید گیتار حمید سعید عملا بیشتر از اینکه یک صدای غربی بده، بیشتر از اینکه یک صدای پاپ اروپایی یا مثلا موسیقی راک رو بده، بیشتر یه موسیقی بندرعباسیه. انگار این گیتار یه بار دیگه توی دستای نوازندگان این منطقه دوباره زاییده شده، دوباره تبدیل شده به یه سازی که هویت بندرعباسی داره، هویت هرمزگانی داره. چه چیزی باعث جذابیت این فیلم میشه؟ من فکر نمی کنم اگه یه نفر از مرکز، از تهران یا از یکی از شهرهای دیگه رفته بود تو اون منطقه و خواسته بود مثلا فرض کنید یک ماه دو ماه وقت بذار و چنین فیلمی بسازه، میتونست همچین تصویرهایی بگیره. به خاطر اینکه شما احساس میکنید که سوژه ها کاملا احساس نزدیکی میکنن با کسی که این فیلمو ساخته، از اون کودکی که طبل میزنه، در واقع دمام میزنه، تا اون شخصیت غلام که میرقصه و میخونه، تا حتی کسایی مثل خالو قنبر یا حمید سعید، همه اینا احساس میکنن که دارن با یه نفر از خودشون مراوده میکنن، با یه نفر از خودشون دارن نشست و برخاست میکنن و خب همین فیلمو برجسته میکنه. و آقای امینی، الان وضعیت نسل جدید نوازندگان و خوانندگان موسیقی در هرمزگان چگونه هست؟ به واسطه سطح نوازندگی جناب سلجو بسیار عالیان و شاهد حضور نوازنده های زیادی توی عرصه گروه فعالیت کشوری، گروه های مطرح کشوری هستن، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. اما به واسطه گروه موسیقی به نسبت سالهای قبل کمتر شده و گروه های مطرح بیشتر ساکن تهران، ساکن پایتخت کشور هستن دیگه. سپاس از حضور علی امینی لاری و مهدی امیدواری در بخش تحلیلی برنامه. فرصت برنامه‌مون در همینجا به پایان میرسه. برای جزئیات بیشتر در مورد این فیلم و همطور برنامه آپارات، این QR کد رو اسکن کنید و ما رو از این طریق دنبال کنید. علاقمند هستیم که نظرات شما رو درباره برنامه بدونیم. از طریق راه ارتباطی ما هم که اینجا داره زیرنویس میشه، میتونید با ما در ارتباط باشید و برامون بنویسید. تا یه دیدار دیگه، بدرود و به امید حالی بهتر برای یار و دیار.